سلام، سلام به شما عزیزان هر کجا که هستید، در شمال، جنوب، شرق و غرب ایران زمین و هر کجای این جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو. در ایران چه می‌گذرد؟ با آمدن دولت حسن روحانی آیا تغییراتی بنیادی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مردم پدید آمده است؟ گروهی از نویسندگان در ایران می‌گویند که در قرار است بر همان پاشنه بچرخد. آقای سید علی صالحی و آقای بقایی از جمله نویسندگانی هستند که چنین اظهار نظری کردند. در عرصه اقتصادی گزارش حاکی است که هنوز گشایشی در سفره مردم پدید نیامده است. فاصله ها همچنان برقرار و برقرارتر می شود میان طبقات فقیر و غنی و غنیتر. از بابک زنجانی هر چند گاهی خبری هست، اما از باندی که پشت سر او بوده هیچ خبری نیست. در عرصه حقوق بشر اعدام ها همچنان ادامه دارد و در طی چند ماه دولت آقای حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی، اعدام ها در زمان مشابه با سالهای پیش چند برابر شده است، دست کم دو برابر یا سه برابر به گواه گزارش های منابع بی طرف. و آنچه که آقای حسن روحانی در کنفرانس داووس گفت آیا حقیقت داشت یا سخنرانی بود برای جلب توجه دولت های غربی و نه بازتابی از حقایق امور در ایران؟ پرسش ها و مسائل و موضوعات بسیار است. میپردازیم به برخی از آنها در گفتگو در نیمه نخست برنامه. با من و شما هستند آقای فرساوری، تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای فرد صابری عزیز در اوکن سوئد. سلام جناب شهرنگی، سلام خدمت شما، خدمت همکاران شما و خدمت تمام بینندگان و شنوندگان شما که در هر جای دنیا ما را میبینن و میشنن. آقای صابری عزیز، چند روز پیش بذارید از اینجا آغاز کنیم که چند روز پیش آقای حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی، آمد و در کنفرانس اقتصادی داووس در سوئیس سخنانی رو اظهار کرد، حرفایی زد. در واقع اگر از نظر معلم انشایی بخواد نمره ای بده، خب انشای بسیار نسبتاً خوبی بود، یک انشای خوبی که اگر آدم ایران رو نشناسه، توجه نداشته باشه به اخبار ایران و و و و بقیه مسائل، خب انشایست، انشای خوبی بود، هدفهای خوبی بود، همه این صحبت ها به نظر میاد. اما واقعا چقدر باستاب واقعیت ها در ایران بودن چه که آقای حسن روحانی گفت و گروهی هم در خارج از ایران حتی برای ایشون کف زدن، از مخالفان مثلا دولت احمدی نژاد؟ یا بعد از جابه شما رو میشنیم.
جناب چرنگی، ببینید آقای روحانی فرقش با دولت‌های قبلی در این است که آقای روحانی همونجور که خودشون هم بارها گفتن و دولتشون هم میدونن، آقای روحانی یک شخصیت امنیتی است. معمولا شما در کشورهایی که من به شما زندگی میکنم میکنیم زمانی که کشور به مشکل برمیخوره، چه اقتصادی چه اجتماعی، بلافاصله احزاب میآیند به مسئله ایدئولوژی خودشون کنار میذارن و با تاکتیک های جدید جلو میآیند. از اونجایی که رژیم جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی احزاب در اشقدقن هست و چهره جدیدی را به صحنه سیاست ایران آوردن، یک چهره امنیتی، به این چهره امنیتی الفاظش، ادبیاتش، سخنانش فرق میکنه با دولت‌های گذشته. به همین دلیل هست زمانی که آقای روحانی در داووس حضور یافتن، شما دیدین که با چه الفاظ قشنگ و خوش سخنرانی گفت با لبخند، ولی متاسفانه خیلی از مفسران و خیلی از منتقدانشون و خیلی از طرفدارانشون، شما دیدین همه یک صدا غن در دلشون آب شد که ایشان چقدر با الفاظ قشنگی صحبت میکنن و با سخنرانی بسیار زیبایی کردن و تفاوت بسیاری است بین ایشان و آقای احمدی نژاد. ولی آیا شما از الفاظ یا سخنرانی خوش گفتن چیزی در این نظام تفاوت خواهد کرد؟ نه، شما میبینین که سخنرانی خوب گفتن و الفاظ خوب به کار بردن، انشا و املا خوب به کار بردن، چیزی در این نظام تغییر نخواهد کرد، بلکه آقای روحانی با این تاکتیک اومدن جلو و کاسه گدایی رو برداشتن و در داووس اومدن و از شرکت های دیگه خواهش کردن که بیاین در ایران سرمایه گذاری کنن. یعنی به زبان دیپلماتیک می شود گفت که کفگیر ته دیگ خورده، بخواستن از کشورهای دیگر که بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن. خب منظور شما این آقای صابری که آقای روحانی عملا از این که شخصیت امنیتی است، یه توضیح مختصری بده، این که رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی بوده، با تصوری که از شخصیت امنیتی میره، خب دو تا مسئله مختلف هست. یعنی در واقع مثلا فرض کنیم حسین لاجوردی رو مثلا میشه بگفت آدم های امنیتی بوده و یا کسان دیگه که هستن، مثلا فرض کنید وزیران اطلاعات یا بقیه. ایشون رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده. شخصیت امنیتی یه توضیح مختصری اگه بدیم، و بعدم خب شاید چون کفگیر به تعدیق خورده که نمیتونن بیان برای دنیا شاخشونو بکشن، شاید راهش همینه دیگه، نیست؟ ببینید جناب چلنگی، در مورد مسئله امنیتی بودن، کسی که از این مسئله سابقه امنیتی آقای روحانی، کسی که مخالفتی نداره، من فکر کنم همه میدونن که آقای روحانی در عرض این 34 سال همیشه در مقامی که داشته مقام امنیتی بود. البته بیشتر ایشون نه جلو بلکه در پشت پرده در بیت رهبری ایشون کارهای امنیتی رو میکرده، رئیس امنیت ملی کشور بوده از یک طرف، از طرف دیگر شما در عرض این 34 سال میبینید در کشتار 67 ایشون نقش اساسی داشته، با گفتار ایشون که وجود داره در روزنامه ها شما میبینید اینا. در کل ایشون برای اینکه این نظام به جایی رفته که به مشکلات اساسی برخورده و نمیتونست از این قوقایی که آقای احمدی نژاد درست کرده و کشور را به اون وضع به پیش برده، و هیچ راهی نداشتن جز اینکه یک چهره امنیتی، چهره‌ای که به نام اعتدال جلو اومد. شما اگه یادتون باشه ما با هم دیگه یک مصاحبه داشتیم در مورد در زمان انتخابات که آقایون برای کاندیداتوری اومده بودن جلو، من در همون موقع هم خدمت شما عرض کردم که در این انتخابات چهره جدیدی به میدان خواهد اومد، نه چهره اصلاح طلبی خواهد اومد، نه چهره اصولگرایی به میدان خواهد اومد، بلکه چهره خواهد اومد که ادغامی از هر دو جناح رو در خودش جا بده. شما میبینید که وقتی دولت هم که آقای
آقای روحانی تشکیل داد، از آقای محمدی گرفته که وزیر دادگستری هستش تا افراد دیگری که در دولتش هستن، شما میبینید که هم اصلاح طلب و هم اصولگرا هم امنیتی، همه رو با همدیگه ادغام کرده و با این تاکتیک اومده جلو که بتونه کشور رو از این مخمصه نجات بده. اینا این خب آقای صابری، ببینید در واقع یک بخشی از سخنرانی ایشون همونطور که اشاره کردین اقتصادی بود، جلب توجه، جلب دعوت به شرکت های بزرگ برای سرمایه گذاری در ایران. آیا امکان سرمایه گذاری در ایران از غرب که نگاه میکنین یک فراهم هست؟ آیا سرمایه خارجی دارای امنیت لازم هست برای مهاجرت به ایران، برای مستقر شدن در ایران؟ آیا این احساس رو داره سرمایه خارجی با سخن آقای روحانی، حالا به هر شکل و با لبخند و با کمی هر چه که بود، آیا این احساس به وجود اومده به نظر شما؟ من فکر نمی کنم جناب چالنگی. ببینید، جامعه جهانی به سرمایه‌دارای بزرگ به کلان دنیا بچه که نیستم و کودکانم نمیان در یک بازی شرکت بکنن. دنیا ببینین در عرض این مدت کوتاه که آقای روحانی سر کار اومد، توپ در زمین جمهوری اسلام، توپ انداختن در زمین جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی که چجوری بازی میکنه؟ جمهوری اسلامی برای این کار بعد از قرارداد ژنو به یک مخمسه هایی برخورده، به خاطر اینکه از این مخمسه ها بیرون بیاد اون سخنان زیبای خودش رو در اونجا گفت. ولی آیا سرمایه گذار واقعی میاد تو ایران سرمایه گذاری بکنه؟ مشخصا نه. شما اگه برگردیم به گذشته ایران، زمان شاه رو فرض بکنید، اگر شرکت های نفتی می اومدن سرمایه گذاری میکردن، لاقل 20% 40% خود ایران سرمایه گذار این جریان بود. ایران پولی نداره سرمایه گذاری بکنه. فرض بکنید شما از یه شرکتی مثل توتال دعوت کردین که بیاد تو ایران سرمایه گذاری بکنه، به چند دلیل این شرکت نمیاد در ایران، به دلایل مختلف. یک دلیل اینه که میگه خیر خب من بیام اونجا، شما چقدر میخوای سرمایه گذاری بکنی؟ ایران پولی نداره سرمایه گذاری بکنه. ایران بانکاش ورشکسته است، خزانه دولت خالی است، بانک مرکزیش به اون وضعیت، در تحریم های بسیار با تحریم ها روبرو هست. ایران پولی نداره سرمایه گذاری بکنه. دو، مسئله امنیت. وقتی که شرکتی میاد داخلی کشوری، یک نفر که نمیاد، یک شرکت با کارمند و کارکنانش میان اینجا، امنیت اون کارمندان و کارگران به اون شرکت رو کی میخواد بره؟ کشوری که خودش امنیت شهروندان خودش رو نمیتونه گارانتی بکنه، چجوری میتونه گارانتی بکنه که امنیت یه شرکتی که بلند میشه بیاد تو ایران، سرمایه هاش بیاد تو ایران و اینها میخوان سرمایه گذاری بکنم؟ بس به این صورت شما میبینید که هیچ شرکتی، من فکر نمی کنم که بیاد. شرکت های کلان، صحبت من فقط سر شرکت های کلان هست، مثل توتال، مثل شل، مثل بی پی، اینا بیان تو ایران سرمایه گذاری بکنن. خب اگر سودهای بیشتری داشته باشه، یعنی ایران سرمایه سهامی نخواهد داشت مثل خیلی قراردادها. اصلا طبق قانون اساسی که قراره که تمام متن قراردادهای با شرکت های خارجی و قراردادهای کلان در مجلس مطرح بشه، مورد تصمیم مجلس قرار بگیره. این جزء قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، پیشتر که نبود. اون زمانی که حتی پول بود و قراردادهای با همین توتال و بقیه بستن، چنین نکردن. یعنی متن قراردادها در اختیار افکار عمومی قرار نگرفت. فرد عزیز، الان هم همین، یعنی شرکت توتال میاد مثلا قرارداد میشه بس، سرمایه گذاری میکنن 100%، سودم 99%، 95% میبرن. چرا نمیشه؟ یعنی یه چیزی مثل زمان اولیه کشف نفت در ایران، در زمان قاجار بود دیگه، 1908 که کشف شد، مسجد سلیمان که بعدها شهرمان شد، اومد و نفت و شرکت اولش هم ایران انگلیس و بختیاری بود، و بعدش که بریتیش پترولیوم شد، یک قراردادی بستن هر چی که بود میبود، و بعد یه پولی هم طبق اون قرارداد از اول چیز کرد بود به دربار قاجار میدادن، که بعدا خب رضا شاه اومد و این قرارداد رو پاره کرد و در واقع اولین گام رو در ملی شدن نفت ایران خب رضا شاه. بعدش حالا این بحث دیگری است، اما چنین میشه قرارداد بس؟ چرا نه؟ قرارداد هم افشا نمیدون.
ببینید جناب چارنگی، دنیا فرق کرده، دنیا که بر نمیگرده به 100 سال پیش. اگر شما زمان دارسی رو میفرمایید، این فرمایشی آقای فرد عزیز، دنیا کجا چرا فرق نمیگرده؟ همین الان میگن ایران به 1000 سال پیش برگشته. آقای محسنی اژه‌ای همین الان من خبری ازشون جلو چشمم هست ظاهر شد روی خط، دنیای بیزنس من سلطان کشور ایران هست. بفرمایید، البته شما مثال زدید، بفرمایید. آره، دنیای تجارت رو من در دنیا دارم میگم، نه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که به 1000 سال پیش برگشته به با اون عقاید خودش جلو میره، ولی دنیای تجارت در دنیا، در دنیای امروزی دیگه به تجارت 100 سال پیش بر نمیگرده. اگر شما ببینید زمان دارسی همچین قراردادی نوشته شده، اون موقع متفقه انگلیس آدمای خودش رو در داخل ایران داشته، ارتش خودش در ایران داشته و روی چاهای نفت داشته و از اونها مواظبت میکرده. ایران نیروی اونچنانی نداشته. امروز دنیا، تجارت دنیا به این شکل نیست. امروز تجارت دنیا فرق کرده با زمان گذشته. همه چیز، اونی که ایران برمیآید میگوید که آقا بیاین در ایران، و دیدین که بلافاصله رئیس توتال چه جوابی به آقای روحانی داد. گفت ایشون به ما تقاضا کردن، از ما تقاضای تجارت سکسی کردن، یعنی همون جذاب به قول معروف به زبان مدرن. ایشون اومدن یه همچین تقاضایی کردن و تقاضا کردن که شرکت ها بیان تو ایران سرمایه گذاری بکنن. ولی اصل مسئله اینه که هیچ کشوری امروز شما نمیبینین در تجارت کلان بیاد جای 100% پول بذاره و فقط یک زمینی بهش بدن، کارمنداش و کارگراش بیاره توی کشوری و اونجا بخواد استخراج نفت بکنه بدون امنیتی که امنیت داشته باشه. امنیت اون کشور باید برای شما بکنه، این یک امنیتشه. دو، اینه که خود اون کشور باید سرمایه گذاری بکنه. شما ببینین لوله های نفتی که اینا از طریق پاکستان و از طریق ترکیه خواستن ببرن به طرف دریای مدیتران و اینا، نتونستن به اینا نتونستن این کار رو انجام بدن، یا از طریق پاکستان که میخواستن رد بکنن نتونستن بکنن. دلیلش برای چیه؟ برای یک، برای سرمایه گذاری، دو، برای امنیت. دو تا مسئله مهم که وجود داره در تجارت این دوتاست که ایران فاقد جفت ایناست. نه از نظر امنیتی میتونه هیچ گارانتی بده به جامعه تجارت دنیا، نه از طریق سرمایه گذاری میتونه، چون پولی نداره. پول نداره، شکم مردم خودش سیر بکنه. نه ببینید، باز برمیگردیم به همون نکته فرید صابری از این وقت کوتاه، وقتمون کوتاست. شما گفتین انگلیس اون زمان این کار کرد چون آدم داشت در ایران. های این حرف شما معنی دومش اینه که الان انگلیس مثلا آدم در ایران نداره، یا آدم زینفوز یا بقیه کشور رو من نمیدونم داره نداره. حالا این یه بحث دیگه، بینندگان ما خیلی بهتر از بنده میدونن. عرض کنم خدمتون، برمیگرد من حرف یک زمانی هست که واقعا نیاز به سرمایه گذاری داخلی اونقدر نیست. یعنی مثلا فرض کنید شرکت توتال یا بریتیش پترولیوم یا بقیه معطل 2-3 میلیارد دلاره که مثلا ایران یا جمهوری اسلامی نیست که برای سرمایه گذاری. اون سود آخریه چقدر به دست میاد؟ شاید بیشتر امنیت مهم باشه، نیست؟ و این که میفرمایید امنیت نمیتونه برقرار کنه، به چه منظوری میفرمایید؟ ببینین جناب چارنگی، امنیت بهتون گفتم دو تا مسئله است. یه دونه سرمایه گذاری خود کشوره که نه اون چقدر که تجارت خارجی سرمایه گذاری میکنه، 80-20 ما کمترینی میگیم. دو، امنیت کشور. امنیتی کسی که نمیتونه به شهروندان خودش امنیت بده چه شکلی میتونه امنیت بده؟ شما ببینیم وزیر امور خارجه ایتالیا برمیگرده. آخه ببخشید فرد عزیز، من اینو اجازه بدید، اجازه بفهم، چون این فرمایش که میکنید دو تا چیز کاملا متفاوته. بله. یعنی رژیمی به شهروندان خودش که نمیتونه امنیت بده، چطور میتونه به شرکت های خارجی امنیت بده؟ بله. میتونه. یعنی اینکه امنیت نداره برای شهروند خودش، شما شاید منظورتون اینه که خود شهروند میگیره زندانی میکنه یا هرچ، به هر دلیلی میتونه یه شهروندش امنیت نداشته باشه اما امنیت سرمایه خودش رو حفظ کنه. خیلی از کشورهای آفریقایی چنین هستن. گینه یه نمونهش و آنگولا نمونه بهترش،
معادن الماسی که بود در اون منطقه حفظ میگردن راحت، اون بر آدم میکشتن. بفرم آقای چالنگی، درست میفرمایید شما. شما نمیتونید ایران با آنگولا و کشورهای دیگه مقایسه بکنید زمانی که خارجی در روی حکومت ها میگم امنیتی که حکومت ها تعیین میکنن، حکومت ها که تعیین میکنن. من خدمت شما عرض میکنم مردم ایران مردمی هستن وقتی خارجی داخل ایران میاد، مردم ایران مردم بسیار مهمان نوازی هستن و ادغام میشن با خارجی ها، یعنی شروع میکنن رفت و آمد کردن و این خودش امنیت احتیاج داره. چجوری میتونه رژیم جمهوری اسلامی این امنیت برای کارمندا و کارگرای اون شرکتی که میاد در ایران سرمایه گذاری میکنه این امنیت به اینا بده؟ شما ببینین وزیر امور خارجه ایتالیا همین چند هفته پیش خواست ایران بیاد، آقای ظریف تو رو بهش گفت تو چادر بذاری رو سرت بیاد، روسری بذاری رو سرت بیاد. خب حالا شما حساب بکن 2000 نفر، 5000 نفر، 10000 نفر از کارمندان و کارکنان یه شرکتی میان در داخل این چه، نمیتونن که زندانی بشن در یه قسمت، که اونها میان تو جامعه ادغام میشن، مردم با اینا رفت آمد میکنن، لااقل اون منطقی که هستن داره کار میکنن، با هر حال با مردم در تماس هست. این میشه که این امنیت جمهوری اسلامی نمیتونه بده. حال مسئله اقتصادی رو خدمت شما عرض بکنم. شما میگویین که اصلا اقتصاد اینه که اینا بیان تو اونجا دولت ایران همه چی رو فراهم بکنه، نیست آقای. در عرف اقتصاد بین الملل امروز شما ندارین همچین چیزی که شما بیاین در یه خاکی بدون این که اون کشور سرمایه گذاری خودش شخصا بکنه و شرکتی بیاد 100% اونجا بکنه، فرض بکنه یه درصد بسیار کمی هم به اون کشور بده فقط به خاطر این که سرمایه وارد اون کشور شده. شاید فرد عزیز بعضی معتقد هستن عدم احساس امنیت از طرف شرکت های خارجی اینه که یک احتمالاً به آینده حکومت برای سرمایه گذاری های دراز مدت زیاد اعتماد ندارن و دو به این که بیان سرمایه گذاری کنن بعد یه سال دو سال یه وضعیتی بشه یک آیت الله دولتی فتوایی بده و اموال اون شرکت در ایران مصادره بشه یا چیه و چه. بله. بعضی هم اینطور تعریف میکنن، اینم میتونه باشه. بله میتونه این باشه، ولی شما باید ببینیم با چه هزینه با چه و آیا این شرکت های خارجی این کار امروزی میکنن یا همچین کاری رو. شما مشخصا هیچ کشوری امروز نمیاد همچین کاری رو انجام بده. شما میبینین هر کشوری که خود آقای روحانی زمانی که در داووس تشریف بردن و اونجا اون صحبت‌های مشهشانه رو که کردن و تقاضا کردن از شرکت‌ها که وارد ایران بشن به این کار انجام بدن، شما دیدین که با جواب مثبتی برخورد نکردن هیچ شرکت‌های با ایشون. همه برگشتن بهشون گفتن آقا شما اول برو تحریم‌های خودت رو بردار، ایران در یک مخمصه بسیار بزرگی گیر کرده. جناب چالنگی حتی فرض بکنید کشوری که خودش در تحریمه، در طرف از طرف دیگه دور تا دور کشور در حال جنگه، جمهوری اسلامی هم در این جنگ خودش شرکت داره. حالا شما میخواین که یه شرکت بزرگ تجاری که در دنیا تک هستش بیاد در داخل ایران تجارت بکنه و بیاد سرمایه گذاری بکنه؟ من بعید میدونم هیچ شرکتی این کار رو میکنه اینا در یه همچین کشوری. سپاسگزار هستیم آقای فرد صابری عزیز، با سپاس بسیار و با امید به اینکه در برنامه های آینده نیز با من و بینندگان تفسیر خبر باشید. استکهلم سوئد، آقای فرد صابری. متشکرم جناب چالنگی، روز خوبی براتون آرزو میکنم. سپاس بسیار. خب من اشاره کردم به کشورهای آفریقایی، مقایسه‌ای بود بین دولت‌ها. طبعا تمام ملت‌ها یکسان و همگان بندگان آفرینندهی که تعاریف مختلفی داره و راه‌های بسیار برای شناخت و ارتباط با او هست. آفریننده همه هستی از جمله انسان، از هر رنگ و پول، از هر رنگ و نژاد و هر جای این کره بسیار کوچک، در این کهکشان بسیار وسیع، در این هستی بی‌نهایت. و اما خبر این بود که آقای محسنی اشعی ایشون گفته که بله در قضیه بابک زنجانی ما دستگیری ها سعی کردیم گسترده نشه، بین خود اون هست، هم زیاد با افراد کار نداریم، اولویت بازگرداندن اموال است، یعنی فقط پول برگرد، حالا مهم نیست بقیه چجوری دزدیدن، چجوری بردن، چجوری خوردن، اون زیاد مهم نیست، از خودمون هستن به معنی این رو دادستان کل نظام ولایت فقیه گفته
ساعت چندی پیش. ادامه خواهیم داد، پی میگیریم تفسیر خبر رو. دقایق دیگر خانم اختر قاسمی، روزنامه نگار مقیم آلمان، کل با من و شما خواهند بود در ارتباط با کنفرانسی که اخیراً در کل آلمان برگزار شد برای جلوگیری یا با هدف جلوگیری از روند اعدام در ایران، و نیز نگاهی خواهیم داشت به مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ولایت فقیه. تا لحظاتی دیگر. تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با من و شما هستن، همونطور که در نیمه نخست اشاره کردم، خانم اختر قاسمی. اختر قاسمی نیاز به معرفی بیشتری جز بردن نام و دیدن تصویرش نداره. روزنامه نگاریست علارغم سن کم، دارای سابقه طولانی در روزنامه نگاری، هم از نوشتاری در مطبوعات آلمانی زبان و فارسی زبان و هم از رادیویی در رادیوهای فارسی زبان در آلمان، دویچه وله و رادیو آلمانی زبان، و همینطور در یک هنر بسیار مهم که شاخه ایش مربوط به روزنامه نگاری میشه، هنر عکاسی، عکاسی مربوط به روزنامه نگاری. اختر قاسمی گرامی، بیوگرافیشون طولانی تر از وقت برنامه ما هست و یک هست هست اگر عیب تلقی نشه برای اختر نازنین ما، که من و اختر هر دو همشهری و از مسجد سلیمان هستیم و اختر از شیفتگان مسجد سلیمان و در صدد برگزاری کنفرانسی دیگر به مناسبت سالگرد کشف نفت در شهر گرامی مسجد سلیمان. به نمایندگی شما خوش آمد میگم به سرکار خانم اختر قاسمی در تفسیر خبر. سلام. سلام و درود میفرستم به شما، آقای جمشید چالنگی، همشهری عزیزم، که خیلی من شرمنده کردین با این تفاصیلی که گفتید. من لایق چنین محبت‌هایی شاید نباشم. ممنونم و از صورت تلاشم رو میکنم در حد توانم. و جمشید جان، شما افتخار شهر ما هستید و همینطور که میدونم به شهرمون شما هم مفتخرید، منم همینطور به شهرمون و به ایران بزرگمون و به همون آسمانها و کوههایی که همیشه خودت در برنامه ها چقدر زیبا نام میبری. منم درود میفرستم به شما و همه بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا و همشهریان و هموطنانم. تندرست و شاد باشی اختر عزیزم. بزنین از نزدیکترین جا که همون شهر خود شماست آغاز کنیم. به تازگی کنفرانسی در اونجا برگزار شده با توجه به روند اعدام ها در ایران که افزایش پیدا کرده. عملا تعداد اعدام ها تا این چند ماه دولت آقای روحانی خیلی زیاد بوده و هرچند یک اعدام هم زیاد هست. این کنفرانس با چه هدفی بوده؟ و به من و بینندگان خواهید. بله، خواهش میکنم. من همونطوری که شما اشاره کردی، قبل از اینکه از کنفرانس دو روزه حق حیات و علیه مجازات مرگ و اعدام صحبت بکنم، ازتون خواهش میکنم اجازه بدید فقط یک آمار کلی در یک سال گذشته، سال 2013 میلادی، از روند خشونت و اعدام در ایران خدمتتون بگم. بله حتما بفهم. خواهش میکنم. فقط در یک ماه گذشته، قبل از اینکه به سال بپردازیم، در دولت آقای روحانی فقط در یک ماه گذشته ما 77 اعدامی داشتیم و در سال گذشته 660 اعدامی داشتیم، که دو سوم این 660 اعدامی بنابر
مجموعه های فعالان حقوق بشر که اعلام کردن، دو سوم اینها فقط در دولت آقای روحانی بوده و متاسفانه دولت آقای روحانی برخلاف قولهایی که به مردم داده بود که دولت امیدی خواهد بود و تدبیری خواهد اندیشید و خشونت رو در جامعه کم کنه و به خواستای مردم رسیدگی بکنه، میبینیم که عملا حتی در مقابل با دولت احمدی نژاد که معتقدن تمام بدبختی های امروز از اون دولت بوده، میبینیم که اینطور نیست و خشونت و اعدام بسیار افزایش یافته در جامعه ما. ما همین در همین چند روز گذشته ضمن اینکه دوباره دو فعال عرب و متاسفانه در خوزستان اعدام کردن، هاشم شعبانی و هادی راشدی که از فعالین فرهنگی الهوار بودند، و بعد دو زندانی در ارومیه داشتیم که اعدام شدند. از فعالین فرهنگی؟ سازمان فرهنگی الهوار فکر میکنم اگر اشتباه نکنم. اسم دقیق رو پیدا کنید. بله. در خوزستان بله. اصلا در اهواز و اطراف هستن. بله. سازمان بله. بفهمید. بله. که خب این برای همه دیگه مشخص شده که جمهوری اسلامی اغلب فعالین فرهنگی و سیاسی قومی رو، کرد، عرب، آذری، به جرم‌های مختلف که اقدام علیه امنیت ملی و نمیدونم اقدام مسلحانه و یا کشتار و یا دزدی و غیره تا حالا اعدام کرده. ضمن این که در یک جامعه ای که به اصطلاح خشونت رایجه و خشونت تبلیغ میشه به طور سیستماتیک و سازماندهی شده، طبیعیه که این گونه بزهکاران هم وجود دارن، ولی خیلی از فعالین فرهنگی و سیاسی ما به همین جرم ها اعدام شدن. و در این سال گذشته که خدمتتون گفتم، ما 82 نفر در ماه گذشته 82 نفر بازداشت عقیدتی داشتیم که 20 نفرشون محکوم شدن، و در سال 2013 ما 49 تا اعدامی در ملأ عام داشتیم. از این اعدامی ها 24 تاشون زن بوده، 52 درصدشون به جرم مواد مخدر بوده، 15 نفرشون محاربه با خدا دگراندیش بودن، 23 درصدشون به خاطر قتل بوده، 10 درصدشون به دلیل تجاوز به عنف بوده و 10 درصد نامعلوم بوده، 4 درصد بله این آماریه که 1 درصد هم سرقت مسلحانه بوده. و ما حالا خب اون وقت یک پرسش من دارم اختر عزیز در مورد اعدام. اجازه بدید من، چون اشاره کردیم به اعدام دو معلم عرب ایرانی، اختر عزیز اشاره کرد بله که عضو سازمان الحوار یا الحوار در اهواز یا با فتح یا با کسر هر دوش گفته میشه، به معنی یعنی گفتگو، سازمان گفتگو، اصلا معلوم اسمش یه سازمان فرهنگی است، این اسم اون رو میگه، اعدام کردن که خیلی جاها محکوم کردن. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اصطلاح براش نامه نوشته شده، عرض کنم برای سازمان عفو بین الملل نوشتن و خیلی جاهای دیگه فعلا نامه نوشته شده، اعتراض کردن فعالان حقوق بشر به اعدام این دو معلم اهوازی عضو سازمان فرهنگی الهوار. اما پرسش من این هست، آیا آمار دقیق، حالا حدودا دقیق، وجود داره که تعداد اعدام های انجام شده از در پی انقلاب 57 که الان سالگردش همین روزا هم دارن تدارک میبینه تا به امروز چقدر بوده، یا دست کم تا سال پیش؟ اختر عزیز این تعداد آقای چالنگی عزیز خیلی زیاد بوده. ما فقط در سال 67 فقط در تابستان 67
چندین هزار که صحبت از 5 هزار و 6 هزار فقط زندانیان عقیدتی، زندانیان سیاسی رو ما داشتیم که در عرض چند روز به شکل فلعی و دست جمعی اعدام کردند. این اعدام ها خیلی زیاده و متاسفانه چون هنوز خیلی از خانواده ها حتی از ترس حاضر نشدن اسامی بچه هاشون رو بدن، حتی بعضی سازمان های حقوق بشری اطلاعات دقیقی ندارن، ولی اگر از قبل به اصطلاح می دونستم حتما طبق آماری رو که به اصطلاح جمعیت های بین المللی دادن حتما خدمتتون می گفتم. من فقط الان خواستم آماری که در 1 سال گذشته بوده خدمتتون عرض کنم، ولی قول میدم در برنامه بعد حتما آماری که مجامع بین المللی دادن، مجامع حقوق بشری، خدمتتون عرض کنم. یعنی کم و بیش این آمار، بله، سازمان های بین المللی آماری رو دادن، مثل سازمان عفو بین الملل و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اما باز هم همونطور که شما اشاره کردی اختر عزیز، اینها بازتاب همه واقعیت ها نیست. یعنی اینکه خب در این کنفرانس اون وقت در کن تلاش شد یا سخنرانی ها بر محور این بود که چگونه میشه از به اصطلاح اعدام رو لغو کرد در ایران، نیست؟ بله، این کنفرانس، بله، برگردیم به کنفرانس که باید از آقای حسین لاجوردی که همچین تدارک دید ابتدا سپاسگزاری بکنیم که چنین مباحث سعی میکنن که به درون جامعه در سطح مطبوعات و روشنفکران و سازمانهای سیاسی ببرن، که کنفرانس خیلی خوبی بود، 2 روز بود. فقط میتونم بگم که تنها انتقادی که به این کنفرانس گرفته شد تعداد بیش از حد سخنرانان در 2 روز کنفرانس، که هر 2 روزم از ساعت 3 بعد از ظهر بود تا 9 شب، مباحث بسیار ارزشمند و مفیدی بود که از جانب برخی صاحب نظران، جامعه شناسان، کسانی که تو این زمینه کار کرده بودند، مثل آقای مرداد درویشپور و یا آقای دکتر حسین باقرزاده عنوان شد، که به نظر من کنفرانس اگر به اصطلاح خودش رو سعی میکرد که بیشتر در چارچوب افرادی که توی این زمینه کار کردن و صاحب نظر هستن و به جای 30 سخنران خلاصه میکرد خودش رو در 5-6 سخنران در این 2-3 روز که بتونه مباحث بیشتر باز بشه، ولی به دلیل و کمی وقت اون بحثی که کنفرانس چطور برگزار شد مورد موضوع نیست اختر عزیزم، منظور خود موضوع کنفرانس این بود که اعدام رو دعوت به این که توجه به این موضوع که اعدام در ایران لغو بشه. بله، این بله دقیقا مباحثی اونجا، مثلا اگر من اول تیتوار میگم که فرضاً آقای دکتر حسین باقرزاده به مسئله اعدام در مرحله عام اشاره کرد، خب ما همیشه میبینیم که همه، میشه گفت که تقریبا 99% سخنرانان در راستای اینکه حق حیات حق هر کسی است، حتی اون بزهکار، نه اعدام نباید باشه و اعدام باز تولید خشونت در جامعه است تقریبا. و از احزاب سیاسی ما هم، احزاب کرد در اونجا حضور داشتن، که همه ما دیدیم که حتی احزاب سیاسی ما در گذشته به دلیل خیلی هاشون که ایدئولوژیک هم بودن اعدام و از اعدام انقلابی دفاع میکردن، ولی خوشبختانه ما این رشد خیلی خوب و کیفی رو میبینیم که احزاب سیاسی، یعنی در واقع الان حزبی رو ما نمیبینیم که موافق اعدام باشه. آقای بجز یک نفر و که از مرکز مطالعات بلوچستان بودن، آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، که از اعدام دفاع کردند در موارد استثنایی و حتی در موارد استثنایی از شکنجه. خب البته ایشون الان نیستن، ما باید موارد دفاعشون رو ببینیم چی هست. من بیشتر مایل بودم اسمی نمیبریم در این برنامه،
چون نیستن، ولی موضوع کنفرانس برای بینندگان ما بسیار جالب بوده. برای بنده نیست. بله. بعد آقای حسین باقرزاده از اعدام در ملأ عام، ما همیشه میبینیم که همیشه صحبت میشه اعدام در ملأ عام باستولید خشونت میکنه. آقای دکتر باقرزاده از زاویه خیلی قشنگی به این مسئله پرداختن که اعدام گفت، خب از زمانی که بشریت کلن مجازات اعدامو به اصطلاح درست کرد، این در جوامع متفاوتی این مجازات اعدام در یک میادینی که مشخص شده بوده برای اعدام صورت می گرفته. خب الان خیلی جوامع اینو لغو کردن، اصلا اعدام در ملأ عام وجود نداره، ولی در جامعه مثل افغانستان و یا ایران که اعدام در ملأ عام وجود داره، در ایران اعدام در ملأ عام فقط در میادین خاص اعدام نیست، کمایی که در ایران در دهه فرزن اواسط قرن 19 میلادی چنین چیزی لغو میشه و ما از میادین اعدام فقط اسمشو داشتیم که هیچ وقت هم اعدام در اون دیگه صورت نمیگرفته. فقط یه توضیح رو باید بدم اخترجا. بله، در میدون اعدام تهران و جای دیگه عرض کنم خدمت شما که اعدام ها انجام میشد، در زمان قاجار متداول بود و بعد ادامه پیدا میکنه اعدام ها. در ایران الان ما میبینیم با جرثقیل اعدام میکنن. من چون فقط وقایع حقایق تاریخی رو باید بازتاب بدیم، در دولت دکتر محمد مصدق هست که دستور داده میشه در وزارت کشور که اعدام ها با استفاده از جرثقیل اجرا بشه. یعنی اولین بار جرثقیل رو در اعدام ها به کار بردن در دولت دکتر محمد مصدق بود. بعدها ادامه پیدا میکنه اعدام کردن در میدون اعدام تهران دست کم، و بعدها در دوره محمد رضا شاه پهلوی از یک زمان به بعد دیگه اعدام در ملأ عام مسکوت گذاشته میشه، یعنی اجرا نمیشه. در جاهای هر جایی که بوده اعدام انجام میشه. امیدواریم که یک روزی اختر عزیز برداشته بشه این مجازات، نه تنها در ایران بلکه در همه جهان. بدتر از اون این هستش که بچه ها رو به تماشای اعدام میبرن. بله همینو میخواستم نایش جالنگی عزیز بفهم. بله که آقای باقرزاده به این مسئله اشاره میکنن که چون در جمهوری اسلامی اعدام به خیابان‌ها، به مراکز تردد مردم، یعنی جای خاصی وجود نداره که مخصوص اعدام باشه، بلکه شما ممکنه توی خونت نشستی یک دفعه از پنجره خونت شاهد این باشی که امروز اعدام رو آوردن در خیابون شما برگزار کردن. و من این نمونه رو دارم که یکی از بستگان خود من برای من تعریف کرد که در محل کارش تا حال بارها شاهد اعدام بوده، از پنجره اتاق کارش تونسته اعدامو در خیابون ببینه و خیلی باعث آزارش شده. و این موضوع از دید آقای باقرزاده و کسانی که به این تئوری معتقدن اینه که این خودش تنفر رو در خیلی افراد که منزجر میشن و اون صحنه جان کندن آدم ها رو میبینن باعث میشه که به نوعی تنفر رو هم ایجاد کنه. و ما میبینیم که تبلور این اعدام های خیابونی در کارزاریه که امروز در ایران به وجود آمده به نام لغو مجازات اعدام گام به گام، که خیلی از بزرگان هنری، فرهنگی و ادبی و سیاسی مملکت ما از جمله خانم سیمین بهبهانی و یا آقای دکتر رئیس دانا، فریبرز رئیس دانا که در همین کنفرانس هم بودن، این کارزار رو اینو امضا میکنن. خب من ضمناً همینو بگم، ببینین ما در این شرایط هست که نویسندگان ما مثل علی صالحی که اتفاقا ایشون هم از سلیمانی هست، بله افتخار ما، ایشون اعتراضی که کردن به اتفاق نویسندگان دیگه، این بقایی ماکان و تراکمه یا تراکمه گفتن نوشتن در این جا در ایران مثل قدم زدن صبحگاهی
در میدان مین است. آقای بقایی ماکان هم گفتن کاملا پیداست که قرار است در بر همان پاشنه بگردد. یعنی فقط مسئله نیست، بغلش بغل میدان اعدام، میدان مینگذاری برای نویسندگان و شعرام هست. سپاسگزار هستیم خانم اختر قاسمی عزیز، با سپاس بسیار از شما. خواهش میکنم در آینده نیز بحث در این زمینه رو ادامه بدیم. خواهش میکنم. ممنون از شما که به من این فرصت رو دادید تا در این باره صحبت کنم. زنده باشید. ممنون. و اما در ایران فقط انسان ها نیستن که اعدام میشن. در ایران پلنگ ها، چندین پلنگ طی سال گذشته در اثر گرسنگی و علل دیگه بیماری از پا در اومد. اما در نظامی که در حکومتی که به گفته نهادهای بین المللی حقوق بشر بی پروا انسان ها رو به جوخه های اعدام می سپره به خاطر افکار و عقایدشون، به خاطر سخنانشون طناب دار به گردن انسان ها میندازه، به خاطر حرف و آنچه که در ذهنشون حتی میگذره مورد شکنجه قرار میگیرن، ناگهان این خبر که 7 روحبا کشته شدن یکی از خبرهای مهم رسانه‌های دولتی ایران میشه و ابراز من مثل بسیاری از شما عزیزان برای همه حیوانات واقعا ارزش قائل هستیم و سعیمون این هست که آزارمون به هیچ حیوانی نرسه، روباه هم یکی از اون هست. اما اینکه خبرگزاری نیمه دولتی مهر کشتن 7 روباه رو در صدر خبرهاش برای کم حدود 24 ساعت قرار میده قابل تأمل هست. رندانی میگفتن خب تشابهی هست بین روباه و روحانیون بعضی از مذاهب. شما چه فکر میکنید؟ من نمیدونم. اما در همین جا که نگرانی برای این مرگ روباه هست، چشم خانم معصومه ابتکار روشن، رئیس محیط زیست در ایران که با حقوق‌های کلان جدا از هوای آلوده تهران و اهواز و سرطانزای تهران و اهواز، گوزن زرد در پارک محافظت شده، نسل گوزن زرد در ایران یکی از معدود کشورهایی است که همچنان تک و توکی وجود داره، شکار میشه بدون هیچ هدفی، با گلوله از پادر. فردوسی گفته من یا زارموری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. بسیاری از ایرانیان، یعنی اکثرا اینو این گرفتن که ببینید چقدر شعر والایی است و چنین هستی. رندی باز میگفت و کسی میگفت حرف فردوسی به این خاطر بوده که آزار ما حتی به مورچه هم میرسه، اینی که هشدار داده من یا زارموری که دانه کش است. وگرنه در کشورهایی که برای حیوانات ارزش قائل هستن شاعر بزرگی نمیاد بگه سگ‌ها یا گربه‌ها رو آزار ندید، چون کسی آزار نمیده. پس لابد آزار به موشه ها میرسید که فردوسی گفته من یا آزار موری که دانه کش است. بسیاری از ما در بچگی و حتی الان آب در لونه موشه ها کردن یکی از تفریحاتی است که انجام میدن بسیاری از بچه. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگر. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با من و شما هستن چهره جدید که نخستین بار هست میهمان تفسیر خبر هستن، آقای عبدالکریم میرفرد که در زمینه حقوق بشر یا بهتر بگیم نقض حقوق بشر در ایران پژوهش‌ها و تحقیقات بسیاری انجام داده. برخی از کارهای ایشون روی اینترنت وبلاگ شخصیشون منتشر شده در زمینه نقض حقوق بشر در ایران و موضوعات مربوط به اون.
در ترکیه هستن. به نمایندگی از شما خوش آمد میگم به آقای عبدالکریم میرفرد، فعال حقوق بشر. سلام به شما. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای چالنگی و همه بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا. عبدالکریم عزیز، الان ایامی هست که در تهران حکومت ایران سرگرم تدارک برگزاری سال روز 22 بهمن انقلاب اسلامی است. در چنین روزی شما به عنوان یک جوان ایرانی، یک پژوهشگر جوان ایرانی در زمینه حقوق بشر، وقتی نگاه میکنید به این 35 ساله، بخواید مشخصات عمده کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی رو ارائه بدید، چه خواهید گفت؟ از همون ابتدای انقلاب سال 1357 و آغاز حکومت جمهوری اسلامی، ما با یه عدم پایبندی به رعایت حقوق بشر و اون زیر پا نهادن حقوق انسانی و از بین رفتن اون امنیت قضایی مردم ایران مواجه بودیم از طرف حاکمیت، و اون در ابتدا اون برخوردهای خشونتبار، اون اعدامهای بدون محاکمه یا همون محاکمات چند دقیقه‌ای که بدون رعایت هیچ موازین قانونی اعمال می‌شد. اما وقتی نگاه می‌کنیم کارنامه جمهوری اسلامی رو از سال 57 تا کنون، یک آمار هولناکی رو ما با اون مواجه میشیم. ببینید، از آغاز حکومت آیت الله ها در ایران، مجمع عمومی سازمان ملل به غیر از یکی دو سال تقریبا همه ساله بر علیه نقض حقوق بشر در ایران قطعنامه صادر کرده و دولت جمهوری اسلامی رو به نقض آزادی های مدنی، آزادی تجمعات، سخنرانی ها، آزادی های شخصی، مطبوعات، آزادی های مطبوعاتی و بقیه موارد متهم کرده. یا میتونیم مثلا در بحث اعدام ها رو مثال بزنیم. بر اساس اون گزارشات متعدد عفو بین الملل، متاسفانه ایران معمولا اون جایگاه دومی خودش رو بعد از چین حفظ کرده. یا مثلا مسئله سانسور رو وقتی بهش نگاه میکنیم، در اون جدول و اون ردبندی آزادی مطبوعاتی که در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز بهش اشاره میشه، ایران رتبه 172 رو داره از میون 175 کشوری، که یعنی ایران تنها از لحاظ آزادی مطبوعات از بین 175 کشور 173 هست و تنها از اریتره، ترکمنستان و کره شمالی جلوتر هست در این زمین. اما اینی که این آمارهای هولناک و این شرایطی که در ایران به وجود اومده رو وقتی ما میخوایم از منظر حقوقی بهش نگاه بکنیم، از منظر حقوق بشر بهش نگاه بکنیم، ما باید بیم ریشه یابی بکنیم، ببینیم چه شرایطی به وجود اومده که در جامعه ما متاسفانه نقض حقوق بشر تا این اندازه از سال 1357 میشه. این شرایط رو به طور کلی یعنی بشمورید، بگید چی هستن این شرایط، ریشه هاش کجاست؟ بله، ببینید، ما وقتی نگاه میکنیم، یکی به صورت کلی اگر بخوایم صحبت بکنیم، یکی اون تقدم منفعت قدرت حاکمه بر حقوق انسان هاست، یا بحث ساختار خود جمهوری اسلامی هست، یا بحث اون خدمت شما عرض بکنم اون عدم آزادی در انتخابات یا همون انتخابات آزاد هست، یا بحث تجویز تعرض به حقوق شهروندان از طریق قانون هست، یا میتونیم مثلا اون تعارض هایی که در قوانین جمهوری اسلامی وجود داره با اعلامیه جهانی حقوق بشر، که اگر فرصت باشه من اینها رو حتما باز میکنم و راجبشون صحبت میکنم. نه ببینید، مثلا ریشه ها شما ببینید، یکی مسائلی که وجود داره همین الان آقای صادق لاریجانی که یکی از این لاریجانی های گرداننده کشور ایران هستن، رئیس قوه قضاییه دستگاه ولایت فقیه، گفته که بله این اعدام در همه جا وجود داره، ما ولی به هیچ جا فشار نمیارن و فقط ما هستیم زیر فشار قرار گرفتیم. ببینید این مشکل از کجاست؟ یعنی که اعدام ها به این شکل ادامه پیدا میکنه، ریشه این مشکلات کجاست؟ شخصی مثل آقای پور محمدی میشه وزیر دادگستری، حالون که در کشتارهای 67 یکی از ارکان اساسی این کشتارها بود، و الان آقای احمد شهید گزارشگر سازمان ملل رو در مورد نقض حقوق بشر در ایران یک شخص فاسد مینام. اون یکی آقای لاریجانی که گفته بود احمد شهید، ریشش در مذهب رسیدن مذهب به قدرت سیاسیه،
آنچه که فرهنگ دیرینه ایرانی نامیده میشه درون کجاست؟ این ریشه اعدام چنین که یا طرف بچهش هم میذاره رو گردنش که بره تو میدون بهتر ببینه جان دادن یک انسان رو. بله، ببینید اون یک بحثی رو خود آقای خمینی در همون اوایل انقلاب مطرح کردن به عنوان حفظ نظام از واجب واجبات است. بر محور همین اصل اون حفظ نظام و اون واجب بودن این مسئله تعطیلی مطبوعات آغاز میشه، شکنجه منتقدان و دیگراندیشان آغاز میشه، حمله به تجمعات سیاسی آغاز میشه و کم کم قضیه اعدام ها پیش میاد که خود آقای خمینی میان اعلام میکنن، میگن که در سخنرانی هاشون میگن که مطبوعات و احزاب منتقد و مخالف رو فاسد اعلام میکنن و دستور محاکمه و مدیران و سران مطبوعات اون احزاب رو میده و به صورت علنی هم اعلام میکنن که چوبه های دار رو برپا بکنید و میگن که اصلا برای ما مهم نیست که روزنامه های بیرون از ایران در مورد ما چی میگن، ما به دنبال وجهه بین المللی نیستیم، ما صرفاً به دنبال عمل به فرامین خداوند هستیم. خب میبینیم این همونطور که الان داریم میبینیم این روند تا کنون در جامعه ما ادامه داره و جمهوری اسلامی علارغم این همه فشار سازمان های بین المللی ذره ای در مسئله نقض حقوق بشر تجدید نظر نکرده. یا مثلا ما میایم دیگر شرایط رو میبینیم، خب وقتی یک چنین اصلی در جمهوری اسلامی به عنوان واجب واجبات قرار میگیره، خب جان و مال و شرافت انسانی هم هیچ ارزشی برای اون حاکمیت نداره. چون ما اگر بیایم نگاه بکنیم همین رویه در مورد سایر متهمین و مخالفین در گروه های مختلف به اجرا در میاد، گروه های سیاسی با هر نوع طرز تفکری غیر از تفکر گروه حاکم یکی بعد از دیگری مورد هجوم قرار میگیرن و از صحنه سیاسی کشور کنار زده میشن و بعد هم اون ماجرای اعدام های دهه 60 و اون بعد هم ماجرای اون قطع های زنجیره‌ای و همچنین ترورهای خارج از کشور به وجود میاد. خب ببینید، عبدالکریم عزیز، شما اشاره کردین که یکی یکی دیگراندیشان رو کنار گذاشتن. ببینید، فکر نمی کنی به عنوان جوان نسل جدید، نسل پس از انقلاب، وقتی به گفته امروزی ها ارزش ها نهادینه نشده باشه، یعنی وقتی که فرماندهان ارتش ایران پیش از انقلاب رو بر پشتبان مدرسه علوی اعدام کردن بدون هیچ محاکمه، همین آقای ابراهیم یزدی در جلسات محاکماتشون بود، آقای دکتر ابراهیم یزدی که الان خودش هم از همین حکومت میناله، یکی از بنیانگذاران این حکومت بود، در کنار صادق خلخالی محاکمه کرد برخی از افسران ارتش ایران رو، در جریان اعدامشون بر پشتبان مدرسه علوی آقای دکتر ابراهیم یزدی نیز حضور داشت، برخیشون رو اسناد مدارکش وجود داره. بران وقتی افسران ارتش ایران رو اعدام کردن و کسی از نگفت که نباید اعدام کنه، حتی کسانی که بنده مثلا مخالف حکومت قبلی هستم، هر انقلابی میتونست این حرف بزن، ولی این کاری که دارید میکنید نه محاکمه بوده، نه عادلانه است و نه رویه درستی است، این کار جلویش نه ایستادن. آیا این یکی از عواملی نشد که راه رو باز کرد برای همین وضعی که الان امروز بهش رسیدیم؟ چرا، اتفاقا من در مصاحبه قبلی که با بقیه تلویزیون ها داشتم بارها اشاره کردم به این مسئله که ما یکی از دلایل نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی اون عدم واکنش مردم جامعه، روشنفکران، فعالین سیاسی و حقوق بشری نسبت به مسئله نقض حقوق بشر هست. حالا ما بحث اعدام رو میکنیم، در دیگر موارد هم متاسفانه فعالین سیاسی ما، فعالین مدنی ما در اون زمان هیچ کدوم واکنشی نشون ندادن در برابر اعدام ها، و واکنش نشون ندادن در برابر نقض حقوق بشر خب خودش به نوعی نقض حقوق بشر هم محسوب میشه. چرا که ما وقتی میام نگاه میکنیم، وقتی ما فضا رو جمهوری اسلامی خودش دنبال یک ایجاد یک چنین فضایی هست، دنبال ایجاد اون فضایی هست که به راحتی بتونه در اون فضا حقوق شهروندانش رو زیر پا بگذاره، و وقتی ما در برابر یک چنین مسئله ای هیچ واکنشی نشون نمیدیم، خب قاعدتا این سرکوب ها، این نقض آزادی های مدنی، این کشتار ها
قاعدتا و قانونا بیشتر میشه و در اون شرایط و در اون فضای اوایل انقلاب هم ما با یک چنین شرایطی مواجه بودیم. هرچند این مسئله رو که عنوان کردن از منظر جامعه شناختیش رو داریم، از منظر حقوقی وقتی نگاه میکنیم ببینید در اون در طول سه دهه اخیر، خصوصا در طول سه دهه اخیر، یعنی از زمانی که جمهوری اسلامی سر کار میاد، متاسفانه ما در جمهوری اسلامی شهروندانمون هیچ کدوم امنیت قضایی نداشتن، یعنی هیچ کدوم از پشتوانه قانونی برخوردار نبودن، ضمن اینکه هیچ نهادی هم وجود نداشت که اینها رو در برابر قدرت ازشون حمایت بکنه، یا اصلا هیچ نهادی ناظر بر قدرت نبود. و به همین خاطر اون روندهای قضایی در جمهوری اسلامی تبدیل شد به یک روند امنیتی. یعنی ما در بحث دادرسی عادلانه به جای اینکه ما یک روند قضایی رو پیش بگیریم، یک دادگاه علنی تشکیل بدن، بیان هر کس رو بر اساس اون اتهاماتی که داره بیان و محاکمه بکنن، عملا اون فضا کاملا از بین میره و همه چیز تبدیل میشه به یک فضای امنیتی و یک به نوعی قانون گریزی در جامعه ما به وجود میاد، چرا که و نتیجهش هم نتیجه طبیعیش هم همین میشه که ما اون کشتار فجیع دهه 60 رو داشتیم یا بقیه مواردی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، خصوصا بعد از سال 88. ببینیم، من اینو اشاره کردم بهش قبلا، باز هم اشاره میکنم که چند تن از نویسندگان شعرهای ما اعتراض کردن به وضعیت، درست که حرفایی زدن راجبه وضعیت سانسور که اومدن دولت آقای حجت الاسلام روحانی هم تغییری نداده، که از اینها آقای علی صالحی هست که اصرارم داره همیشه جلو اسمشون سید علی صالحی نوشته بشه، سلیقه خودشون، لابد اون معنی روزمره‌ای که استفاده میشه در ایران سید هم هستن ایشون. سید علی صالحی هست که میگه که نوشتن در اینجا مثل قدم زدن صبحگاهی در میدان مین است، یا میگه نوشتن در چنین شرایط عین شهادت است. این هم کمتر از دو دقیقه وقت داریم، این هم نوع این نقض حقوق بشر نیست؟ یعنی حق نویسنده و شاعر، نداشتن آزادی، نداشتن هوای سالم. خب این تحت همون بحث آزادی بیان قرار میگیره در یا آزادی عقیده در اعلامیه جهانی حقوق بشر. اما وقتی نگاه میکنیم، اگر بخوایم این موضوع رو تحلیل بکنیم، باید ما دو تا مؤلفه رو در نظر بگیریم در جمهوری اسلامی. یعنی وقتی اینها میان و از آقای روحانی میخوان که یک چنین فضایی رو باز بکنه، خب ببینیم آیا آقای روحانی خودش قدرت و توانایی باز کردن یا ایجاد یک فضای بهتر رو داره یا نه. خب این ما در بحث ما چند تا مؤلفه رو باید در نظر بگیم، یکی بحث توزیع قدرت هست در جمهوری اسلامی، یکی بحث قلمرو و قدرت. تو بحث توزیع قدرت متاسفانه بر اساس اون اصل تفکیک قوایی که یک وقت داریم عبدود کنجا بفهم، بر اساس اون اصل تفکیک قوایی که در اصل 5 قانون اساسی ارائه میشه و اون نظریه معروف مونتسکیو که در کتاب روح القوانین بهش اشاره میشه، خب میگه که اگر قدرت در جامعه در انحصار یک طبقه خاص قرار داشته باشه، خواه‌ناخواه اون قدرت به فساد کشیده میشه. خب الان هم قدرت در انحصار ولایت فقیه هست در جمهوری اسلامی و همون باعث شده که یک چنین شرایطی و یک چنین عدم آزادی های مدنی، عدم آزادی بیان، سانسور و دیگر موارد، همه بر مبنای مصلحت و همه بر مبنای اون ایدئولوژی فکری و مذهبی که سردمداران جمهوری اسلامی بهش اعتقاد دارن، بر مبنای اون پیش بره. سپاسگزار هستیم. با سپاس بسیار آقای عبدالکریم میرفت و امیدواریم در برنامه‌های آینده با من و بینندگان تفسیر خبر باشید. خواهش میکنم. با سپاس. خب بینندگان عزیز، به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به روزی که انسان‌ها در هر کجای جهان هستند از حقوق انسانی و شایسته خود بهره‌مند باشند، به ویژه در ایران هر ایرانی از حقوق شایسته خود، از زندگی شایسته خود در کشوری ثروتمند مانند ایران برخوردار باشه، پیش از آن که دیر شود و حتی ثروت ایران نیز به کار ایرانیان نیاید.
با امید به چنین روزی به پایان این برنامه میرسیم با برآمدن آفتاب از فراز البرز توچا سند و سبلان و آسماره خوساران درب زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.